شب میزبان دانشجویان روباتیک دانشگاه آزاد قزوین هستیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. همشون نابغن، همشون باهوشن، همشون پر انرژین و قرار امشب اصلا آتیش بزنیم استودیو رو. امشب خندوانه یه داغی رو در انتظار داشته باشید که اوف. خب 25 سنی بخندیم یا نخندیم؟ نمیخندیم. این یکی از رباتاییه که میشه بلندش کنین. یکی از رباتایی که بچه‌ها آوردن و ساختنش. از من فیلم برداری میکنه الان. سلام، شروع برنامه رم با ایشون رفتی. اسمش چیه؟ چی؟ چی؟ کوادراتو؟ کوادراتول؟ نه. کوادراتور. بالاخره فهمیدم. منم باهوشم ولی گوشام مثل این که کار نمیکنه. نقص فنی دارم. خب عرض کنم خدمتتون که این یکی از رباتاست و ربات های دیگه ای رو هم در طول امشب قراره ببینیم. به نظرم کوادراتور رو فعلا بخوابونین تا بریم برای ادامش. آخه کوادراتور. خب با هم دیگه 25 ثانیه میخندیم. آماده؟ نفس دومی، سومی، نگه داری. یک، دو، حالا. نفس. حالا بیشتر. عالیه. یه بار افتاسه بودن، یه بار کوتاه قامتان بلند همت بودن که حتی جایزه بهترین لبخند رو هم گرفتن مال هفته رو. این دفعه شما ببینیم شما چه جایزه میگیرید یا نه. و این که موافقید که شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به کیا؟ دانشجوها. یکی؟ پدر مادرها، سرطانی ها دیگه، مردم خوب قزوین، سربازا. بریم دانشجوها.
ما امشب شادی برنامه رو تقدیم میکنیم به دانشجوهای دانشگاه آزاد قزوین. هر کس که در برابر خنده و شادی مقاومت بکنه به خودش آسیب میزنه ولا غیر. یه چیز جالب براتون بگم، اونم اینه که میگه رفیق خوب پزشک زندگی است، تا آخر عمر مریضت هم رفیق. یا مثلا میگه اگه حلقه ازدواج تلاست، حلقه رفاقت وفاست، به یادت هم با وفا. و میگه که زغال اسفندت هم رفیق، میسوزم تا چشم نخوری. همه ما با شنیدن پیامای اینجوری یا جملات اینجوری خندیدیم، مثلا لبخند زدیم. اگه بریم عقب‌تر هممون یادمون میاد یا این کارو کردیم یا این کارو برامون کردن. زنگ زده شده یه رفیقی به اون یکی گفته کجایی؟ دلم هواتو کرده، میام یه سر ببینمت. یا مثلا گفته میام دنبالت، با هم بریم بیرون یه هوایی بخوریم. یا باز بریم عقبتر یادمونه خونه هایی که حیات داشتیم، چه مال خودمون چه مال دوست آشنا فامیل، هممون یادمون میاد. یهو زنگ در خونه زده میشد، بعد بچه خونه میدوید تو حیات، در باز میکرد، میدوید میومد تو خونه، میگم ماما ماما ماما، مثلا خاله اینا اومدن. بعد خاله اینا هم که میومدن تو، خاله از همون تو حیات داد میزد صاحب خونه مهمون نمیخوای. خیلی چیزای باحالیه نه؟ ولی اینو باید یادمون باشه که هر چقدر کار داریم، هر چقدر گرفتاریم، هر چقدر مشغله داریم، این که به دیدن و در کنار هم بودن و شنیدن صدای هم دیگه احتیاج داریم، هممون به این اتصال رو در رو احتیاج داریم. بریم پدر بزرگ مادر بزرگمون رو ببینیم، بریم خاله رو ببینیم، دایی رو ببینیم، عمو رو ببینیم، پسر خاله، رفیق. این دیدن خیلی واجبه، تا اینکه ما یا یه دونه پیامک بزنیم یا نمیدونم مثلا ویدیو کال کنیم یا نمیدونم هزار تا از این چیزا، حتی تلفن. به نظرم تلفن هم دیگه زورش کمه. بیاین یادمون نره که این کار خیلی چیز واجبیه. پس همه با هم دیگه رو به اون دوربین میگیم بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. شاکری؟ قربونه تو؟ بله یه دست بدیم با هم دیگه. قربونت، خیلی ممنونم. ایشون اسمشون رابوه، نه؟ رابو گفتین که به کردی یه گل خوشبوه. و اینو کدوم گروه درست کرده؟ اسم گروهتون چیه؟ تیم ربات انسان نمای دانشگاه آزاد قزوین. تیم ربات انسان نمای دانشگاه آزاد قزوین، درسته؟ خب این دیگه چه کارایی میکنه غیر از اینکه میاد جلو دست میده وای با اینجوری سلام نظامی میده؟ این ربات به منظور بازی کردن فوتبال توی یک زمین 6x9 ساخته شده. فوتبال بازی میکنه؟ آره. چی عزیز من، داری چیکار میکنی؟ دست اینو دیدی؟ دیدی چیکار میکنی؟ اینو دیدی؟ شما داری چی کار میکنی الان؟ کنکورداران، دلاوران، ناماوران، به نام یزدان پیروز باشید. بانو رامبوده عزیز، رامبوده کیه؟ آیمان شادی با جشنت آیمان، رامبوده است دیگه. رامبوده کیه؟ همسر من دیگه آیمان. اسمش یه چیز دیگه بود؟ خودی اسمش شما خوششون نگودی واسه کنکور تو شما رو بزنی. واسه کنکور اسمش یه چیز دیگه بود؟ سجل دیگه همون عطرگولی تو سرعیازه تو سجل.
بعد رامبودی یه گذاشتین تنیس شد رامبودی، یعنی مگه میشه هم چیزی مثلا تا نشده بودم همین که شما گذاشتین میگم محبت ادرس ببینم چی نوشه بانو رامبودی عزیز. پذیرفتن شما، پذیرفته شدن شما رو بعد از 18 سال پشت کنکور ماندن به دانشگاه تبریک میگه طرف همسر عزیزتر از جانت. بعد از 18 سال ایشون کنکور قبول شد. چند سالشون ایشون؟ آقا هیچ وقت سنی خانم نمیبرسن ها. میفهمم ولی خب ایشون که نیست، حالا از خود شما دارم میپرسم. اصلا شما نباید بپرسی. آقا بابا من چند سالشون؟ در تاریخ معاصر. ای به به خانم سلام عرض میکنم. مبارک باشه. قاجار بزرگترین سبیل تاریخ خودش خانم تبریک میگم. خانم شما چند سالتونه؟ با شما هیچ وضعی خانم سنشو نپرسید. چیو؟ هیچ وضعی خانم سنشو نپرسید. خیلی خوب عذر میخوام. ببخشید. بخوا. خب خواستم. خواستش دوباره بخوا. دوباره بخوا. بازم عذر میخوام. خوبه؟ می خوبه. خب بفرمایید ببخشید من متوجه نمیشم شما بعد 18 سال کنکور قبول شدین؟ آره اجازه قبول شدین. بله منو قبول بشه. خب بهتون نمیاد 18 سال فقط پشت کنکور بودی؟ چرا بهم نمیاد؟ تو کجک موده تا 7 سالگی کنکور میدی بعد 13 بار کنکور میدی بعد از 7 سالگی تازه کنکور یا چجوری مگه میشم چجوری آخه اصلا بدین آقا من تازه رکورد دست من رکورد دست دخترم از قاموجمون رکورد چی؟ رکورد کنکور موفق دیگه کنکور موفق آره 38 باره 20 باره دخترمو چند بار؟ 38 بار کنکور ما موفق داشتیم. 38 بار؟ بله آقا. باوشی شما. شما منو مسخره کردی؟ نه، تمسخر کرد. تمسخر کرد؟ تمسخر کرد. خب همونه که تمسخر مسخره. نه، فرق میکنه. من اصلا بهش نگفتم مسخره کن، فقط تمسخر کن. خب گفتم. من میشه همچین چیزی؟ فرق میکنه. تمسخر کرد آقا. خب اینا فرق نمیکنن با هم دیگه. جفتش یکی. مسخره نمیکنه. من بهش گفتم اگه مسخره کرد من توش وایسم. من باید تمسخر کنه. یادم میاد دکتر حسابی، پروفسور دکتر حسابی همیشه میگفت رام بوده ککوکی، تو باهوشترین شاگرد منی. پروفسور حسابی گفته دیگه. چرا آقا بچی میخوانی؟ تمسخر داری میکنی یا مسخره؟ نه تمسخر کردم. پس کجا موافقی؟ حالا بله این دفعه بله. پس اون شما زبا؟ نه 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 حالا این دفعه من با تو موافقی. این دو گزینه یه خیلی قشنگ هم. میفهمم. وقت شما مگه دانشگاه قبول شدی؟ شما مگه دانشگاه قبول شدی؟ شما مگه دانشگاه قبول شدین؟ تازه دانشگاه قبول شدین؟ قبلا مگه دانشگاه قبول شدین؟ بله. چه بله؟ یعنی چی؟ وقت از نظر زمانی یعنی کی؟ ظهر دم ظهر. کی امتحان دادم؟ ظهر چیه؟ آقا تاریخشو دارم. تاریخشو دارم میگم. تاریخ معاصر بود. تاریخ معاصر. دیوونم کردن اینا کی یعنی چه اصلا کجا بود؟ کجا میری آقا جوان؟ یه جا بیس دیگه. ای میری اون ور. سر تو میخوام میای ور. حالا امتحان چی دارین؟ امتحان کنکور. کنکور این هم داری توضیح میدیم ما دو بوقا کرنا کرد داری داری چی داری؟ مگه نمیگه قبول شده؟ قبول شده بله. میگه بله برای جای دوستش امتحان بده جای دوستش بره امتحان بده؟ بله جای دوستش داره میره امتحان بده؟ بچی ورزه که نمی کنین هیچ وقت همچی کاری رو؟ شما یه باری آقا من مزرورت قایم سرم دارم بگم بره یا نه؟ آقا کار غلطیه پس کار غلطیه خانم نباید شما همچی کاری بکنید پس رفاقت چی میشه؟ رفاقت چی میشه؟ یعنی چی؟ آقا غلطه این کار انسان شریف همسر وفادار دوست داشته آفری که کار میکنید بالو من به تو افتخار میکنم همسر عزیزتر از جانت خجالت داره جفتتون واقعا مایه خجالتی نه. خانم بعد اجازه بده هر کسی خودش درسش بخونه بره امتحان بده نمیشه رفاقت این وسط از بین میره رفاقت این وسط از بین میره آقا حالا یه فداکار پیدا شده میخوام بره جادو امتحان بده میگه نکن اصلا این شما شبیه این دارین میره امتحان بدین نه چه شبیه اون یکم بله شبیه این نه یکم خب آقا بره اونجا عزیزم بره اونجا ما چشو میگیرن برمیگره زای دستو فر میزنه حالا شده من همچی که موجب بسونه برگرگ زده شما بگیر اینو الان مثلا داره امتحان میده شما اون نیستی حسا یادشو همه جو آقا جا کار کردیم باش منظورم این نیست مچ گرفتن منظورم فیزیکی نیست فیزیکیه یعنی لو میره متوجه میشن که این اون نیست نه حالا مثلا بره برادرم اول بره بره چجوری بعد رو شما بگو دو زود قضاوت میکنی من نمیفهمم واقعا خیلی کار غلطی خیلی باهوش شما تمسخر بود من مصاحبه میشم تمسخر کرد مسخره نه تمسخر بود تمسخره نکردی که نه اگه مسخره بگو آقا من خود کنم باد نه 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 تمسخر بود آروم باشین آروم باشین بعد من متوجه نمیشم خب چرا نمیذارین خودش درسشو بخونه سخته نمیفهمم سخت نه. شما نمیفهمین اون نمیفهمه من نمیفهمم کی نمیفهمه یکی نمیفهمه آقا جان اونو با پیدا کن ما شخص سوم مشکل ماست
ببینید هر موفقیتی با سختی به دست میاد. الان جلوی این همه دانشجوی جلوی این همه دانشجوی درجه یک داره آبرومون میره. اینا که رباتن. نه اینا ربات نیستن. ربات ها و اینا این ربات ها. اینا گروه رباتیکن. دانشجویان رباتیکن. اینا ربات نیستن خودشون. ربات امتحان کنید. دست بزنید. ربات ها. بخندید. ده. ربات ها دیگه. ربات دیگه. رباتیکه دیگه. علم رباتیک اصلا مرسوم بود. خواهش میکنم این کارا رو نکنین. همه شما بگی نکنین. میرین جای دیگری امتحان میدین. هم باعث میشین اون موفق نشه. هم آبروی خودتون میره. بله و این کار غلطه. بله. 18 سال پشت کنکور مونده آقا یا. که؟ کنکور؟ وای دیروز بوده؟ دیروز کنکورت بوده؟ چی الو؟ 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 سرم دیروز کنکورش بوده. با چی حرف زدی اصلا؟ موبایل ازم. این گوشه، تو گوشمه. تو گوشه کو؟ آره. بفرما. بفرما. کار غلط که بکنی میشه. کار غلط که بکنی میشه. عادی من در مورد شما. مسخره کردی تمسخر؟ تمسخر. قطعاً تمسخر. آها. مسخره که نکنی یه وقت. ایشون ببین همین. دیروز بوده من. آقای شیرینه، قشنگه دیگه. همین چیزا زندگیو می‌سازه. آ خدا بعد چی می‌خواستم دیگه؟ داره می‌خنده. برو 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 آشان برو کجا؟ برو این چهار تا برو یکیش برید یکی سه تا دیگه مونده دیگه برو سه تا دیگه امتحان دارم بازم از این کارو داری میکنی؟ بله بابا چهار تا قرار بود جای جا رو برم امتحان بده آقا جمعا صد برو که قضیه رو نمیگم تازه تا آقا نوشتم هیچ از پشت کنکور مونده من واقعا نمیفهم شما چتونه نمیفهم داریم چی کار کنیم پول میگیری پول میگیری نه برو شما برو نه برو برو شما برو ببخش آقای بفهم چه حرفی میزنی جورجا؟ من خواهم سکه پول کنم آجا بایرام این چه کاریه؟ یا یه پول یا دو پول بیایی دوتا دیگه حالا سکه دو پول هم گرد نکنی خواهش میکنم این کارا رو نکنی واقعا از شما انتظار نداشتم مایه آبر ریزین شما واقعا مایه آبر ریزین چرا نداشتیم که اصلا منو به هم بکنی چا جا هم خواهد بریم تمام بده چیکار کنی؟ جای چهار هم خواهد بریم تمام بده خیلی بیجا میکنی جفت تو مونده. یه نفر جا سه نفر مونده بذار سه نفر بده بعد بگو آخر سر مچتون رو میگیم برمیگرد رو سر بابا تو هم بریم بیایم میخوام برم کو شکار آهو نرای 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 نیرای لالای نای نرای نرای نای اه بابا بابا سلام علیکم سلام علیکم یا الله مخلصیم خوب هستین آقای فیاضی متشکرم زنده باشین اوضاع خوبه خدا رو شکر خدا رو شکر خب داشتین میرفتین کو شکار آهو بله قربان این تفنگ شکار آهو من نه خدایی نه اصلا یه بند دلم نمیاد که آهویی رو شکار بکنم یا جانداری رو شکار بکنم نه دارم میرم تیر اندازیم ببخشید اینا که من ورده شما منو بهتر بشید آره آره شما شناختین همینجوری این شد آقای فیاضی آره آقا ما مخلصیم قربون شما عرضم خدمت چون اینم بیاد میبند آها مانع دیدمون نشه آره آره سوالم اینه که شما سربازی رفتین آیا بله بس در سربازی حسابی آره. تیر انداخته اید اصلا تیر اندازیم خیلی خوب بوده هر نداشتید برام حرف در میاد از بچگی ها بگین از اهواز و تیرکمون و اینا اهواز که خاطرات عجیب غریبی دارم خوده از شکارهای بچگی ها بگین از شکارهای بچگی یکیش اینه که اینجا پنهان علایه که افتادن از درخت خرماست که خالم گفته بود من برو اون رسیده هاشو بر رفتم بالای نخل ای بابا شاید باورتون نشه ولی واقعا این کار کن رفتم بالای نخل از اونجا تلاق افتادم پایین تمام این دندان جلو سیاه شد ولی بعد الان درستش کرد اینجا هم شکل این هم که میبینی اینجا برق لنبیده به قول معروف این چوبیه که بچه های محل زده بودن بچه آسیاباد هم آسیاباد لین پنج پلانک به 23 خیلی جالبه من تو تمام خاطراتم این آسیاباد لین پنج پلانک 23 رو از قلم ننداختم گفتن آقا مثلا در تهران با من مسابقه کردن بچه کجای گفتم آسیاباد لین پنج فلاک بسید بچه ها اینقدر کیفور می شدن بچه هایی که احواز جان رو بودن بچه های محل مون
گفتم رضا هنوز خودشو گم نکرده. خیلی شما پس هنوز خودتو گم نکرده؟ واقعا گم نکرده. خیلی خوب. آقای فیاضی عزیز جان. پس آماده هیجان و اینایی؟ عاشق هیجانم. تو رانندگی بیشتر، یعنی هیجان رو تو رانندگی خیلی آزمودم. راغبید به هیجان؟ بله بله، اصلا زندگی بدون هیجان یعنی مسخره. آخه نمیشه که بدون هیجان زندگی کرد. آره واقعا. آره تنبا هیجان و این چیزا. با خنده، بدون خنده چی؟ بدون خنده، بدون خنده مرگه. ای بابا، خداییش مرگه. بذار من یه چیز خاطر، چند وقت پیش مثلا رفته بودم دوستانی که محبت میکنن تو علاق من برن، مثلا با یه عکس بگیرن با ما، مثلا من اینجوری وای میستادم، خانوم مقابلن وای میستاد اینجوری که یعنی بخند بخند. آره. و گاهی که فراموش میکنم یک آدمی دارم که تذکری بده که آقا لبخند یادت نره. از مارمزون خاطره دارین آقای فیاضی؟ بله بیشک دارم. ببینی یک نوجوان بودم من، 12-13 ساله که خوب یادم هست، یه انجمنی بود به اسم انجمن دانشور خیلی مذهبی ها اینا، ما هم شرکت میکردیم تو اون گروه ها. اونجا یک حس خیلی خوب و خوشگلی به آدم میداد که برای من اون زمان خیلی تر و تازه و زیبا بود. و غذامون رو تقسیم میکردیم بین مرد. حالا گفتم اینا آخرین باری که از ته دل خندیدین کی بوده آقای فیاضی؟ آخرین بار نمیتونه باشه، برای اینکه من خدایش مرتب میخندم یعنی همیشه اینجوری اخمو نیستی؟ الان اخمو هم خدایش یه اخمی ما میبینم اخمه آفتابه هرچیه. بعد این هماهنگ کردن شما با شما کار آسانی نیست، به هم بریم نه من به خندم خوب اتفاق خیلی از مردم با لبخندهای من آشنان و خندهای من میگن خندات قشنگی. آره با حالا شما میتونین اینو تایید بکنین میتونین رد بکنین، ولی خدایش خنده های من قشنگی. نظرتون راجع به خندوانه چیست؟ میخندوانه خندوانه میتونه بخندونه و این حسن بزرگیه. آره. شعارش هم همینه دیگه. آره. که خندوانه خنده بیاورد، مردم لذت ببرن و واقعا طرفدار خودشو داره. حالا من یه چیزی براتون، نوام سامیار قبل از این که بیام به من گفته بود بابا بخندی ها، جوک تعریف کنی که مردم دوست داشته باشن. گفتم چشم نکردم هستم، من سر تا سر این برنامه رو ها ها میخندم. خیلی هم عالی، قربونتون برم. خب حالا بریم برای شکار. بریم برای شکار. بریم بریم شکار. بریم. دانشجوهای رباتیک دانشگاه آزاد قزوین اینجا حضور دارن و از دیدن و معاشرت کردن باشون خیلی خوشحالیم. میخوایم یه ذره باشون گپ بزنیم، ببینیم چی کار میکنن، کارشون چقدر اهمیت داره، خاطره با مزه دارن بگن نسبت به کارشون، و اگرم اعتراضی، نظری، پیشنهادی، توصیه به ما دارن بهمون بگن. آقای درویشانپور، بله، ایشون رابطومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هستن که محبت کردن، هماهنگ کردن بچه اینجا باشن، متشکرم. خب الان با کی گپ بزنیم؟ گروه ها رو یه بار ما میگین. آجان تیمای الان تیمایی که اینجا حضور دارن، اول من سلام عرض میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. سلام خانم. بچهای تیم هاوین هستن، خودروی خورشیدیمون، بچهای تیم هیومانوید یا ربات انسان نما هستن که ربات فوتبالیست هست، ات هوم هست که ربات خانگی کارهای خونه رو انجام میده، ربات امدادگر در حالا سه ورژن، هم مجازی هم واقعی و هم شبیه ساز، به اضافه ربات زیردریایی. فکر می‌کنم همه رو اسم بردم. ربات پرنده. و ربات پرنده. ربات پرنده که دیدیم امید مسئولیتش رو به عهده داشت. بریم سراغ ربات انسان نما. متشکرم. آقای درویشانپور تشریف کنید. ما تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین همونطور که میدونید چندین بار تونسته تو مسابقات جهانی، مسابقات مختلف، مقام‌های
مختلفی بگیره. به عنوان پرمقام ترین تیم دنیا شناخته شده چند سال. ولی من حس میکنم اونجوری که باید توی رسانه ها این عنوان نمیشه. ببینید ما چند سال پیش همین والیبالی که الان میبینیم بچه ها خوش درخشیدن، الان ما تک تک افراد و اعضای تیم والیبال رو حتی به اسم کوچیک هم میشناسیم. چند سال پیش ازشون انتظار نمیرفت، ولی الان میرن آمریکا رو شکست میدن، میرن تیم های لهستان رو شکست دادن، باز افتخار ما هستن. ما سال گذشته تیم های مختلفمون، تیم های خیلی قدرتمند خارجی رو مثل آمریکا، مثل ژاپن، مثل خیلی تیم های قدرتمندی که همیشه فکر میکنن قهرمان هستن، ما اونا رو شکست دادیم. ولی حس میکنم که خیلی کم از بچه ها تقدیر و تشکر شد. تقصیر ماست، عذرخواهی میکنم، ما جبران میکنیم. چشم، لطف میکنیم. خواهش کنم. تیم هاوین، هاوینیا کیان؟ جناب ماجا. بله. سلام عرض. سلام عرض. احوال شما؟ قربان تو، کجایین؟ تیم من صدا کردین، من پشت بودم، شنیدم، گفتم بیام داخل. تیم شما یعنی کی؟ منم مشکلی پیش اومده. تیم شما کی؟ من سرپرست تیم هاوین هستم. تیم 8 نفره هاوین، بله. بچه من کیان؟ اذیت نشدین؟ پس ببرم بالا. ما اولین تیم هستیم که با این تعداد 8 نفره. فکر نمی‌کنم اینجا بیشتر از ما باشه. کیا هاوینیان؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. حالا خود هاوین نیومده. مهدی جان، هاوین ده کجا؟ یازده. یازده نفر. بیشتر بیشتر از این تیم فکر می‌کنم نیست. نه دیگه. یازده تا بازیکن ما که هشتاش لژیونر هم هستن آقای جوان. هشتا از تیمای مختلف گرفتیم آوردیم. هاوینیا نیما داره راست میگه؟ راست میگه؟ شما یه نفر همه بگید دیگه. حالا بذار منم صحبت میکنم بی خود میکروفونو. بعد اجازه مورد تایید من باشه. از من اجازه گرفتید که میکروفونو میدیم بهشون؟ چرا؟ خب از من اجازه بگیرید. بدید من. میکروفونو اجازه اثر پر اصلا اجازه بگیرید. مسئولیت داره آقای جوان، من نمیدونم. چه مسئولیتی داره؟ خب میخواد حرف بزنه. خودشون که ربات که نیستن که. نه خب باید اجازه بگیرید. خودشون دانشمندن، باهوشن، این کارا هم بله، ولی یک مدیر مسئول داره، یک چماقی الان این جلوشونه دیگه. که شمایی؟ بله، همینجوری نیستش که هرتی پرتی. آها، پس شما چماقی؟ نه بچی؟ سری سو استفاده نکنید. شما الان گفتی؟ بگم، نه بعد شما بگید که تشدید چرا میکنید؟ بنده حقیر باید اجازه بگیرید از من. آقای رئیس، آقای سرپرست، اجازه میدید من؟ خیر. دو بار باید اجازه بگیرید. آقای سرپرست، اجازه میدید میکروفونو بدم به بچه های هاوین حرف بزنن؟ بله، خواهش میکنم. بله. سوالای چی؟ مثلا چه سوالی؟ مثلا چی بزنن؟ شما اسمتون چیه؟ علیرضا جعفرخانی هستم. شیطون ترینه دیگه. علیرضا خیلی من دوستش دارم و عالی هم هست. بگو علیرضا جان. بله. آقای سرپرست، شما تو این مدت کجا بودید؟ بله. الان موقع سوال پرسیدن میشه، یهو پیداتون میشه، میگید بعد از من اجازه بگیرن. بده به بغلیت، هم حالا صاحب داره. همون خودت نپرس. بده به بغلی. نه بذار راحت باشه. من راحته، باید بیا راحت بذار. نوبتش تموم شد. خب نوبت چیش تموم شد؟ سوالشو پرسید، من باید جواب بدم بره به بغلی. لسه با شما کاری ندارم، تو خندوانه است، میخوایم معاشرت کنیم. بله. خب بفرمایید. شما این نگفتید که پروژه خودرو خورشیدی هاوین یکو شروع کنیم؟ واسه شما شروع کردین؟ شما بودین تو اون پروژه؟ من خاطرم نیستن. مسابقات استرالیا شما کجا بودید؟ من پشت فرمان بودم دیگه. بله. شما که از سختیه مسابقات میدونید پس. بنده دیگه پشت بودیم فرمون بدی شما. فرمون هاوین دیگه، سه چرخه بود دیگه، شروع اولین سری سه چرخه بود. بله. من از دو چرخه با این گروه هم. من از دو چرخه با این گروه بودم. آها، یعنی دو چرخ و سه چرخ. الان تو بله. چند چرخیم؟ الان تو چهار دی رفتیم دیگه. بله. ان شاء الله 5 و 6 رو همینجوری می‌سازیم. خدا بزرگ. خب بعد چی بوده ایشون؟ مشکلش چی بوده؟ مشکلی ندارن، بدیم به بعدی. من بعد بذار علیرضا بنوان عزیز من، علیرضا بنوان نماینده گروه هاوین می‌خواد حرف بزنه. کی گفته من میگم نماینده کیه باید صحبت کنه؟ علیرضا خود گروه تشخیص میده. نماینده کیه؟ نماینده هاوین نیست خودش اینجا؟ هاوین که نیست، نماینده بده به بذار علیرضا خودش اسمش هم فراموش کردم. چی بود اسمت؟ علیرضا خودش صحبت کنه. بگو علیرضا. شما این قرار نبود که با مسئولین صحبت کنید واسه عضویت بنیاد نخبگان بچه‌ها یه کاری انجام بدید؟ چرا؟ چه کار کردید شما؟ صحبت کردم. فقط صحبت کردید. صحبت کردم. نتیجه چی شد الان؟ اعلام نکردم. قرار
قرار نبود شما با مسئولین صحبت کنید. صحبت کردم. نتیجه‌اش چی شد پس؟ اعلام نکردن هنوز. بذار کارشو بکنین اینم. دیگه کرد دیگه. نه تو ببین هر دفعه مسئولیت یه جاهایی قبول می‌کنی. آقای جواب میگم عزیز من خب مسئولیت رو قبول می‌کنه. خب قبول نکن وقتی نمی‌تونی. یعنی چی نمی‌تونی؟ قبول کردی بعد جوابگو باشی. مسئول باید جوابگو باشی. جواب بده. دادم. بگید باز من جواب بدم. تمام سرپرستی‌هایی که شما انجام دادید، همه کارهایی که شما انجام دادید خوب. تمام حمایتایی هم که بعد از دانشگاه می‌گرفتید و گرفتید، ولی حمایتایی که باید از مسئولین بلند بالای کشور می‌گرفتید، اونا به کجا رسید؟ من قرار نبود ما رو عضو بنیاد کنم. شما نگفتید مسابقات بعدی شرکت کنیم. ما اولین خودروی خورشیدی چهارچرخ خاورمیانه رو نساختیم. مگه مقام جهانی سوم نبود؟ یکی یکی بگو دیگر. هفته چیز گفتی. من نمی‌دونم. الان کدوم بگم؟ همه اینا همش رفت داره با هم دیگه. شما هیچ مسئولش من نیستم. من دو چرخ تحویل گرفتم. مگه به کجا رسید؟ شما سر دو چرخ مشکل داشتید؟ نه تمام مشکل بود. الان مشکل رو چهارچرخه. چرا دیگه سر دو چرخ تا حالا دو چرخ نشیم ولی سر سه چرخ شما گفتید میریم رتبه جهانی میاریم به جا میرسیم. دو چرخ داشتیم نگو جلو آقای جوان. من باید با شما صحبت کنم بعد حالا بده دوست صحبت میکنید. ولی خب بالاخره بچه‌ام دوست دارن که سرپرستو عوض کنن ها. بچه‌ها تصمیم گیرنده نیستن از بالا. اون گو به من چرا میگی؟ عوضت میکنن ها. نه بابا چرا؟ عزیز من مغزم تو دارم جون میگیرم. تازه داری جون میگیری؟ جون چی میگیری؟ 11 نفر رو نیرو داریم ما، یک نفر میدازمش بیرون، یکی دیگه میارم. 10 تا بشنم باز ما میتونیم بسیم، 4 تا چرخه، 4 نفر هم کافی هست. هر من میدونم یا شما، بله. هر چرخ یکی؟ بله، با چند نفر؟ آیا سرپرست شما یادتون رفته؟ ما همین 4 چرخش هم 16 نفر شبانه روز داشتیم کار میکنیم، بازم نفر کم داشتیم. چه جوری الان شما 11 نفر داد؟ هزینه کی داد؟ من دادم پخش کردم دیگه. اول دست من رسید پول. همه رو هزینه کردی؟ بله، هزینه نکردم. شما اگه راست میگی اسپانسر واسه مسابقات بعدی رو همه کن. مسابقات من میذارم با بهترین کیفیت همین مزد. با هم دیگه بریم بیا تهران و مسکو لس آنجلس روم بلند شو تو از پشت یک سوم نشونه بگیر حالا منطقه چهارو محکم بخوابون همون جا آبشارو دستات رو تور مثل یه چتر باز تک دفاعات دوباره حماسه میسازه با سرویسای عالی جهشی موجی ایران برای ما همیشه تو اوجی پاسورمون دقیقه مثل تک تیرانداز عجب نگاه با پنجه ها میکنه اجاز اگه بخواد میزنه سرویس هدفدار حریفا رو با این نقشه میده آزاد چه دقیق جاش تو موزه است بین اشیاء عتیقه شیرجه هاش سریعه مثل یه پلنگ در یافتاشو نگو محجر و قشنگه سرعتی زن میخوای بودو بیا اینجا میبره تو پارو رو هوا مثل نینجا پاره بچه هایی که بی نظیر و عالی خوب میندازن تو با دو جای خالی میزنن روی تور حریفا خیمه میبرن بازی ها رو سریع و سه گیمه پنج گیمه هم بشه اشکالی نداره گیمه که از چشماشون میباره متن و آسمون خراش به سمت قله میرن یواش یواش پنجه هاشون مثل دل هاشون طلا عاشق ایرانن و جون میدن برا انگشت نما شدن تو لیگ جهانی پیچیده آوازه یه غیرت ایرانی چه ببرن چه ببازن دوستشون داری همیشه به تک تک اونها امیدواری یه روز اگه روز خوبشون نباشه امکان نداره تیم از هم بپاشه زمین واسه شون مثل گود زورخونه اسمشون پشت حریف و میلرزونه نمونه یه بی نقص غیرت و مردی عادت دارن به آسمون نوردی مردای والی والی رو قله دنیا قبول کنین اینه تعبیر یه رویا متن و آسمون خراش به سمت قله میرن یواش یواش پنجه هاشون مثل دل هاشون طلا عاشق ایرانن و جون میدن برا سرقا متن و آسمون خراش به سمت قله میرن یواش یواش پنجه هاشون مثل دل هاشون طلا عاشق ایرانن و جون میدن برا سرقا متن و آسمون خراش به سمت
قبل از اینکه بگم مهمون کمدیانمون بیاد تو، یه قافل گیری هم داریم براش. تولد رضا شفیع جمعه، میخواییم همه بهش تبریک بگیم، خبر نداره. قبل از اینکه از کمدیانمون دعوت کنم که تشریف بیارن تو، میدونید که برای از این به بعد برای ثبت نام در برای حضور در استودیو خندوانی، یکی از راه‌هایی که میتونید ازش استفاده کنید بدون هیچ گونه پرداخت حتی ریالی، کاملا رایگان، توی سامانه ستاره 780 مربع، ستاره 780 مربع میتونید وارد بشید، از گزینه خندوانه وارد بشید، بعد ثبت نام بکنید، بعد باهاتون تماس گرفته میشه. پس هیچ هزینه هم نداره، راحت از این سامانه استفاده کنید. پس همه با هم آماده؟ من میگم موسیقی، همه میگن کمدین. آماده؟ موسیقی کمدین. دمتون گرم. کف که هنگ دم خودت گرم که به دنیا آمدی. یادم رفت چی میخواستم بگم. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم کردی. هیچکی برای من تولد نگیره بود. ولی خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. خیلی خوشحالم کردی. خیلی ممنون. مبارک. دقیقاً رامو جون یک سال گذشت. سال پیش هم برای من تولد گرفتی. بله، لطف کردی و هدیه دادی. داره دنبال هدیهش میگرد. نه، خیلی بهترین هدیه رو به من دادید. خیلی متشکر از اینکه عمت تو برای من دست زدید. خیلی خوشحال شدم. ولی چیز این بند خدا پدر مادر همیشه زحمت میکشن. برای بچه اول دیدی دائما تخت 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 تولد. داداش من مرتاد 200 تا عکس داره، نمیدونم چند تا تولد گرفته. بعد من یه دونه بچگی دارم اینجوری مثلا نوزادم مدلی، بعد رو دست گرفته من اینجوری مثلا یه کیک هم روشتن، بعد عکس بعدی تولدم سیبیل دارم اینجوری. بعد میگم خب این فاصله از اینجا تا اینجا رو برای من تولد نگرفتید؟ کو اصلا عکس ندارم، گرفتاری بوده از جون دیگه نتونستی. ولی نه، بند خدا چیز دیگه، گرفتاری زیاد بوده، ولی همین که با آدم تبریک میگن، دوستان یادآوری که میکنن، خیلی لذت، آدم خیلی خوشحال میشه. باور کنید من اینقدر خوشحال شدم همین الان که کلن حافظم هاردم پرید. الان هیچی برای گفتن ندارم. خوبی؟ آره، تو چطوری؟ آها، ترمینیتر این چی بود؟ کف کردم مثلا. آقا خوشحالم بچه ها، ماشاءالله خوشحالم از بین بچه های نخبه و باهوش و مخترع آینده ساز کشورمون اومدم، قرار گرفتم. من بچگی همیشه یه دونه آدم آهنی ها داشتم، دوتا باتری قلمی میخورد، بعد اینجوری را میرفت میخوردم به دیوار اینجوری، بعد میافتاد همینجوری بود. این بدبخت من حواسم نبود تا باتریش تموم میشد. هر روز گفتم یه دوتا باتری قلمی دیگه، حسین آقا این بقالی بود، گفت باتری قلمی تازه بدارم. نه نه، این دوباره مینداختم یادم میرفت میخورد به یه جا دیوار اینجوری چپ میکرد. و بعد یه مدت هم تمرین میتونی عداشو کامل در بیاری؟ کم. را رفتن ربات خیلی سخته. مثلا یه دوره نوجوانی خیلی عده ربات اینا رو ما در می آوردیم. مثلا این مدلی مثلا گفتیم ربات چیز داره دیگه، مثلا این مدلی موقعی که شروع میشه تقیه اینجوری داره دیگه، قفلی این مدلی
راه رفتن خیلی سخته. اینا اکثرا دیدن به اینجوری هم دیدی؟ آره این مدلی هم. ولی میترسم کم کم میترسم مثلا دیگه منو صدا نکنه، عین منو بسازن نه؟ آره بیاد بگه مثلا سلام بچه ها خندوانه فلان. آره. بعد یک صدام دستمزد بهش بدن، فقط شارژش اصلا دستمزد نمیدن، فقط شارژش میکنن. بعد میگن رضا شفیع جان از انبار در بیا، در میارم میذارم اینجا. خراب شد. اینو روغم اینو درست کار باش بکنین دیگه. خراب داره میشه. گردنم رضا خراب شده امشب. نه بعد گردنم میچرخه اونوری، نه خرابه. ولی یه دونه به خدا قبلا یه قصه نمیشه بودم داشتم میفکر کنم یه ربات شبیه خودم مثلا درست کردم، بعد گفتم چه حالی میدادم داشته باشه. بعد مثلا بچه که بودم گفتم مشقامو بنویسه، بکن یه ربات بسازن فقط مشق بنویسه. بعد بزرگتر که شدم گفتم آه چه حال میده رخت خوابم اونجا دوشکمو جمع کنه. ولی سخته دیگه اینجوری لول کردن و اینجوری تکوندن و اینجوری. بعد بچه یه نقدی بکنم، ببخشید نمیتونم نگم اینا رو چون من دیده بودم. دیدی مثلا وسیله مثلا موجم کن فرش یه چیز گنده مثلا کلی چرخنده اینجوری میچرخه، بعد مثلا یه اینجوری مثلا چیز میکنه، مکش داره مثلا موجم میکنه، یا مثلا یه دستگاه اینقدر ساختن اینجوری این میره بالا چرخنده میاد یه چیزی اینور میچرخه پرت میشه، بعد یه چیز میاد بیرون مثلا یه دونه قند برمی داره. بعد اینه این دستگاه چیه؟ به نام خدا این دستگاه قند جمع کنه. این دستگاه قند برداره. کاربردش چیه؟ برای موقعی که دست تو قندون نمیره ساخته شده که این قند رو برداره. و بعد این حجمش بزرگ نیست، ما الان داریم روی پورتابل و سفریش کار میکنیم، فکر کن همه ببرن با خودشونی و که اون قند رو برداره. چرا آخه رو جاروبرقی هم کار کنی؟ چرا جاروبرقی پیشرفت نمیکنه؟ همیشه باید اون اینو بکشی داری جارو میکنی گیر کرده اینجوری، بعد اصلا حالم نمیده. دیدی تا یه جا رفتی ای بابا دوباره بعد اینجوری برگردی اینو بندازی این ور دوباره میاری این ور دوباره یه جا دیگه گیر میکنه. یه جاروبرقی جوری باشه مثلا یه چیز باشه دیگه، مثلا یه چیزی مثل لیوان اینجوری باشه، مثلا سیم هم نه بلوتوسی باشه اینجوری. بعد مثلا آشغالاش هم چیز چه بازیافت چه اون موقع بذاری پرینتر مثلا لیوان در بیار مثلا. منم فکرم خوب کار میکنم. خیلی خلاصه این چیزا تو رو خدا درست کنی دیگه بچه ها دیگه، دستگاه قند بردار درست نکنی جونه. دست بزنید یه چیکار کنید. الان دوست دارم معاشرت کنیم بگیم چه خبری. خیلی سیخ نشستید همه دست به سینه. گلمراد چم اینجا؟ گلمراد رفته. ولی بچه چیزا اینا یه موقعی تو من جمع میشه تمام این تیپام یه دفعه میزنه بیرون به خدا. تو یه روز مثلا یه دفعه اینجوری گلمراد میشه. بعد یه جایی مثلا خیلی جدی دارم صحبت میکنم مثلا میگم چی دارم خیلی مثلا فضای جدی میگم بامشاد میشم. بعد یا مثلا کاراکترهای مثلا مختلف چی آه پول زیر بده. آره اونو ولی خدایی صفتشو ندارم و چیزی تا حالا ازم به زور خیلی چیزا گرفتم ولی خودم هیچ وقت اون چیزایی که ندارم و دارم بازی میکنم. منو خوشحال میتونید بکنید؟ الان تا خوشحال کردید تولدم بهم تبریک گفتید، میتونید من الان خوشحال کنید؟ یه چیز بخندونی؟ کی میتونه یه کاری کنه رضا خوشحال شه؟ خوشو بیا رضا، تو بیا اینجا بشین. من بیام بشینم یا وایستم؟ نه بیا اینجا بشین. میزان مقاومت رضا رو برای نشستن نمیفهمم. بشینم یا اینجا وایستم؟ بیا بریم اونجا بشین. منو ببر. بیا پدر. احتیاج کمک. سلام. من رضا شفیع جانم. مرسی که تولدم تبریک گفتی. من اینجوری حرف میزنم. سلام.
صبر کن صبر تولدم تبریک گفتین مرسی که تولدم تبریک گفتین این روبوت ها یه زن اینو قندونه اینو چیه اینو نسازین آقا اینو چیه یه زن روبوت دستن این بابا دو خیلی دوستارم این که صدای خیلی قوهیه بود نامرد این دوستو که بیشی با این پپولو بیشی 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 من اینجا گلو میگم این تو ولی کف خواهش من به افتخار فوتبال ربات هم خوبه دید نه؟ آره خیلی باحال کلن بازی هاشون دیدی مثلا دیدی تو با اونجا افتاده میره دمر این وری میفته توپ هم قل میخوره بعد مثلا یه شوت میزنه این وری آهن ربا بچسبونید به اون نوکش کج ندنه توپو دیگه یه بریم بیام همین با هم بگیم تو میمونی پیش ما یا میخوای بری؟ من برم میری خیلی ولی خیلی ممنون که من خوشحال کردید برم اونجا تعظیم کنم برم باش بذار این ربات برم خیلی ممنون دوستتون دارم مرسی که به من تبریک گفتید امروز خیلی خوشحالم کردید 32 سال زندگیمو صبر کن بگو چی گفتی؟ 32 سال زندگیم گذری شد دروغگو 33 نه همین خدا بازم دروغگو برو بچم راستشو بگو من و تو همسن و سالیم نگو بازه نگو همون 32 خوبه 32 3 4 35 آره 40 موسیقی کمدی نباید اول داشت بهش تبریک میگفتیم جنبه نداشت همه با هم بگیم بریم بیام یک دو سه بریم بیام سلام قربان حالشه خسته نباشی خوش اومدین قربون تو برم اومدین که رندزی یاد بگیریم تشته یاد گرفتنم الان به سرعت هرچه تمام کرد آقا بزرگترینش آوردی دیگه بزرگترینش آوردی سایز خوب سایز شلخه آقا این سایز کوچیکه آقا جو این کوچیک نیست این بزرگتر نداری آها شد حالت هجومی بایست اینجوری این الان روی پایین اینه نه حتی نمیدونی این مگستر کنید آره گفتی پای شکسته نباشه اینجوری نباشه بله ایستاده خب اینه من آماده میشم نه دیگه میزنم حالا دو تا پشنگ میزنیم خوبه هنو این دستتان باز کنیم آه اینجوری درسته خب این یه پرنده هست یه زره چاقه بدن این الان خوبه؟ عالیه خب حالا حاضرین؟ خب یه مقداری پایین بودی پرنده با نمیسی که شما شکارش کنید پرنده همیشه فرار میکنه حالا این دفعه دنبالش میدید هر جایی که رفت هدف رو میبینید الان این یکی رو این کار رو میشارید الان نشون بده که زدی شما ببینید آقا ببینید چه
چه کار میکنم؟ من تازه الان حالشو دارم پیدا میکنم. تو آفرین آفرین این شما با تیر اول در این حد رسیده دارین با تیر دوم هدفشو زد بالاخره پرنده رو اینجا فرقایی دست خودمون چاموچله رو زدی آقای فرقا بود دیگه هم کف بود هم مرغابی بود دیگه با بینندگان محترم عرض بکنم خدمتتون که سه هدف مشخص رو بنده زدم با موفقیت تونستم بزنم ما که شدم شاهد هستم خیلی متشکرم ازم حضور شدم برای اینکه من شما بینندگان رو محترم رو آموزش هم داده باشم جای آقای فرسونی رو گرفته باشم این به فرقی فشنگ اول این فشنگ دوم آقای منصوری شما اینها بعد می‌بندیم رو تخت اینها قانون آقای معصومی رو تخت رو تخت برو رو رو آماده رو آفرین آفرین عالی بود یه اگه خواهی شبیه تیرانداز سعی پر کن تیرانداز جای من هست یا با سعی این هستش که دوستان که میان اینجا تیرانداز میکنن با لب خنده چنیا با لب خنده نم از اینجا با یه خاطر خوب از اینجا برن والا این اخمی که شما دارین دوستان فکر نکنم که شاید لب خندون داشته باشید اخ آقا اخ آقای مسئول آقای مسئول یه قرقر بزن جانا خیلی خنده بانه ای نه دیگه بیشتر بخنده دیگه دستتون رو بذارین زیر که به من یعنی من به شما بله بله دقت میفرمین که بله الان آماده بشید اینجا دست مشارکتی رو آها برین آفرین خدایش کار مشترک باشه شما تونستین بگیرید بچه‌ها حالا بگیرید یکی یه دونه دیگه برید ای بابا آقا بگیرید دو 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 الان جای ما درسته دیگه ماشاءالله آقای مسئولی خنده از لبش دور نمیشه خوش باشه اولا که اینجا هر کی که میخواد چیز کنه تیراندازی کنه لب خندون رو با خنده و با شادی بیاره اون نکات ایمنی رو رعایت کنه ما نمیخوایم که طرف اخمدار کنه میخوایم با خنده و با شادی از اینجا بره خندمانه هندوانه دیدی چه خندانه خندمانه خب آماده ای آماده آماده رو رو باریکلا بالاخره زدی حالا من میزنم حالا میدین خدا خداییش غیرتی شدم این سومی رو میزنم دیگه رو 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 آفرین به به شاد و سرحال و دبراق آقا درود بر شما همچین روزی برای ما ساختید ممنون میگه که زنیگو بود من را راستید سستی کشی آید کاسی با من خیلی متشکرم سنگیر از شما من چند کتاب آوردم که یکیش حاصل زحمات دوستانی که سالها پیش با من ساختم خود جوان خواهر محترم شما و دیگر دوستان مال کیه؟ کیه مثل سال 71 اول به بازی شادی نمایش بود بعد 75 دوباره اجرا شد به اسم تیم ستار خیلی ممنون و این مجموعه شعر من لطفی به باحالا آره آره به باحالا آره خیلی لطف کردی متشکر و ممنون متشکر افتخار دادین آقای فیض خندمانتون پر ملات باشه قرمز باشه لطف کرد
یه بار دیگه اعلام میکنم که دانشجوهای روباتیک در استودیو خندوانه هستن، داریم باشون گپ میزنیم، اتفاقات بامزه، اتفاقات جدی، توصیه هاشون، اعتراضاتشون و چیزایی که از ما میخوان و اگه ما بتونیم در اختیارشون بذاریم دارن بهمون میگن. همشون هم بسیار درجه یک و باهوش و دوست داشتنی هن. این هم که یک سرپرست غیر قابل اعتماده. چرا آقا قابلم من؟ یه مسئولیتی بهم سپرده چرا من خراب میکنی؟ حالا کیان بچه ربات امدادگر؟ شبیه ساز امدادگر. همین یه نفری؟ نه. آها اونجا؟ دوربین اینجا رو ببینه. پخش و پلام نشستین. بیا برای این دستتا. آها این ستا. دیگه. همین الان یار گرفتن. یکی هم اینجا. چی؟ همین الان یار گرفتن. نبودن اینجا. نه یکم. در خدمت هم. اسمتون رو بگین؟ پویا دلدار گوهردانی هستم. آفرین. سرپرست تیم شبیه ساز امداد. ما همینجا میشیم. راضی نبودیم درگیر. نه خواهش کن. عرضم به حضور شما که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هم میهنانم. منم سلام کردین نه؟ بله بله. کلن موضوع شبیه ساز امداد در رابطه با مدیریت بحران در نواحی شهری هست. حالا این فرض رو بکنید که یک منطقه شهری خیلی بزرگ دچار بحران شده و ما بحران خیلی زیاد هست. به تعداد خیلی زیادی نیروهای در واقع رباتی رو نیاز داریم که اینجا فعالیت بکنن. فکر کنید هلوش 100 تا 200 تا 1000 تا. در این چنین مواقعی نیاز هست به هماهنگی میان این ربات‌هایی که تک به تک در شرایط مختلف با توانایی مختلف قرار است با هم فعالیت بکنن. که اینجا بحث شبیه‌ساز امداد میاد وسط که یه بحث در رابطه با سیستم‌های چند عامله هست. روی این موضوع تمرکز داره که چگونه این امکانات مختلف ربات‌ها با توانایی مختلف رو در کنار هم قرار بده تا شرایط مختلف بحران مثل آتش سوزی، بسته شدن راه‌ها و امداد رسانی به مصدومی در داخل ساختمان‌ها رو بتونه تحت پوشش قرار بده. یک ربات نیست، این در واقع یک سیستم مدیریتی هست که به صورت خیلی سطح بالا بر حالت مدیریتی قرار میگیره. مدیرش کیه اینا به من میشه بگید؟ مدیر این نفر نیست احتمالا. باشه. خب. حالا چقدر مفیدتره تا ماشین چهارچرخ؟ من میگم مدیر این بعد. کمک هم داره میکنه به مردم، ثوابم داره. از هاوین چیز شدی؟ صرف نظر داری میکنی؟ هاوین آخه ببین، شما الان گلایه‌ای داری از مدیرتون؟ من خودم مدیر هستم. آقا مخلصم، ببخشید. ما همکار دارم. آلی شد. قربونه جم. چون سبیل نداشتن، تازه گذاشتن من اول نشناختم. آقای رحیمی دیگه. خیر، دلدار هست. ببخشید. حاضر. چی کار میکنن با اصحاب من که من فراموش میکنم. بفرمایید. نیاز به سرپرست جدید هست، میتونیم از وجود نه شما که مدیر اونجا هستید. مگر که شما بیا مدیر هاوین شی، من بیام امداد خود رو وایسم. امداد خود رو. برای اینکه خیلی تخصصی راجع به شما حرف نزنیم، راجع به کارتون، خندوانی برنامه شاد سرحال قبراغ که یکی از، یعنی فقط میخواد به همه انتقال بده که شاد بودن و سرحال بودن و شور زندگی داشتن چیز واجبیه. درست. هیچ چیز قرار نیست جای اینو بگیره. یکی از چیزایی که باعث میشه حال آدم خوب باشه موفق بودن، احساس رضایته. درست. شما خودتون احساس رضایت میکنی؟ والا در کنار دوستان بسیار خوبی مثل اعضایی که تو تیم ما هستن و دوستان دیگه که تو مرکز ما وجود دارند و فعالیت هایی که در کنار این دوستان میکنیم خیلی حس خوبی به ما میده. چند ساعت در روز کار میکنین؟ معمولا با اوضاعی که بخوایم کار بکنیم هلوشه شاید بدون اغراق تا 20 ساعت در روز هم بشه. عرضم به حضور واقعا کمتر از این نمیشه موفق بود یا میشه؟ بستگی داره، شاید بشه. یه جایی شانس هم رو میکنه. ما 14 ساعت جمع کردیم هاوین. 14 ساعت. بقیهش چی کار میکردی؟ استراحت میکنم بچه، استراحت باید بکنن دیگه. دیگه چه گروهی رو داریم؟ ربات زیردریایی. دیگه کیا این؟ گروه یه نفر است؟ دو نفر. دو نفر. همینجا با هم دوست شدن آقای جوان خیلیشون. بلندشو ببینن. آها ایشون. یکی، دوتا. سه تا هم اینجا. اسم گروهتون چیه؟ همین ربات زیردریایی؟ صحبت کردن دیگه. ربات آر او وی؟ ربات آر او وی. روزبه سنگ سفیدی هستم. ربات های ROV
ربات هایی هستن که زیر دریا عملیات انجام میدن. یکی از بخش اعظم عملیات ما نفت و اکتشاف هستش، بازدید و بررسی لوله های نفتی و کارهای زیست محیطی برای تحقیقات اقیانوس شناسی و سیستم های از همین قبیل این ربات ها ساخته میشن. ما 5 سال متمادی توی مسابقات روباکاپ خودمون، مسابقات بین المللی که برگزار میشه، تونستیم مقام نخست رو کسب کنیم. گروه دیگه مونده؟ ربات اتم. کیاین؟ بیاین. بیاین بیاین بیاین. رباتشون هم هست. آره، ربات اتم. اسمش چیه؟ رومینا؟ روبینا. روبینا. ما از همه مهمونا میپرسیم برای اینکه حال یک نفر تا هر چند نفر بیرون از استودیو خوب بشه، خوشحال بشن، کیف کنن. حاضری چی کار بکنی؟ حالا میخوام از دانشجوهای روباتیک این سوالو بپرسم. فکر کنید وقت دارید. برای اینکه بیرون از این استودیو حال یه عده خوب بشه، حاضرین چی کار کنید؟ بنا به خلاقیت خودتون، امکانات خودتون، احساس خودتون و هر چیزی که خودتون میتونید طراحی کنید. به این فکر کنید و بعد به ما قول بدین. خیلی خوب، پس بهش فکر کنید. حالا شما اسم گروهتون اتمه. بله. اگه فارسی بگیم ربات خانگی. ربات خانگی. بله. ربات خانگی رباتیه که طراحی شده تا بتونه تو خونه فعالیت داشته باشه. کارهای روزمره‌ای که کارهای روزمره‌ای که برای انسان‌ها یه مقدار خسته کننده است انجام بده، تو محیط‌های خدمات رسانی به سالمندان یا معلولین بتونه فعالیت داشته باشه. اینطوری یه باری رو از رو دوش انسان‌ها بتونه برداره. میشه بیارین؟ بله. لطفاً. الان میارین. بله. یه ذره کلاس بذار، بگو نه شارژ نداره. تپی میری میاری؟ خب سوء استفاده می‌کنه فردا. روبینا. چی شد؟ یتیمون؟ خب باشه، تمونه کرد. کیان دیگه؟ فقط کیان دیگه؟ یه دونه تیم الان بگم. آره. تیم ربات پرنده کجا میگی؟ من که ربات پرنده. کجا میگی؟ مشکلی برام پیش اومده، من برم بیرون. خدمت میرسم. خواستم پیشنهاد کار بدم. دیگه برو دیگه. بله. نه دیگه برو. بله. تموم شد فرصت ها زود گذر. من میشینم ببینم شما. بفرمایید. ما دو تا تیم شبیه ساز داشتیم. که یه تیمو که گفتن، یه تیم هم هستش که ربات امدادگر شبیه سازش هستش که خود ربات ها میرن توی محیطی میچرخن مصدوم ها رو پیدا میکنن. خیلی خلاصه بگیم یه سری مصدوم اونجا افتادن، زلزله افتادن، دقیقاً بعد برن ربات ها اینا رو پیدا بکنن. که الان از تیم 5 نفره ما 4 نفرش اینجا حضور دارن که میخواستم کی این از این دوستانمون هم قدردانی بشه. آقای شایسته که سرپرست تیممون هستن و دو تا دوستای عزیزمون که اونجا نشستن، صداشم در نمیارن. خیلی من میرم پیششون که دیدشن. درسته. که وحیدم تشخیص بده. شما شما دو تا دستتون بیارین بالا. آره. و به افتخار همتون یه کف بزنین که تشکرم کرده باشه. متشکرم. امیدم که آقا میشه شما تشریف برید آقای محترم. بله من می‌خواستم برم. من بفرمی. قبل از هر چیز چی؟ هیچی همین. قبل از هر چیز. بفرمایید. قبل از هر چیز خدافظ. خدا نگهداری کنه. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. آی سرپرست. دیگه ریختم دیگه، من ریزش بلی. دارم و دارم همینجا کوچیک میشم و میرم بیرون. خداحافظ. امیدم که گروه شما چند نفرین؟ 5 نفر. خانم جاویدی هستن. بله، خانم جاویدی دیدن و آقای حدادی. آقای حدادی، آقای زمانی و آقای اینانلو. و شما هم که پنجمین نفر. ما ربات پرنده میسازیم، حدود 6 سال کار میکنیم. حالا دیگه دیدید کارشو، کاربری دیگه هم داره، میتونه کاری امداد انجام بده و چند سال هم هستش که دنیا شدیداً رو سرمایه‌گذاری شده. ما هم داشتیم این کار میکنیم که از دنیا عقب نمونیم. خیلی متشکرم. خب به نظرم دیگه وقت اینه که روبینا رو هم ببینیم. موافقین؟ روبینا رو ببینیم. موسیقی روبینا. روبینا اینجوری میفته پایین. آها او ای میفهمه چیکار کنه. سلام، رامبوت جوان هستم. در شبکه نسیم اینجا خنده منه هست. چه باحال. روبینا سلام، این دست روبیناست. چیکار میکنه با اینا؟ میتونه چیکار کنه؟ ای وای، دست بدم باهاش.
ای روبینا دستم. متشکرم. چه جالب. دستتون رو ببندین لطفا. این خطرناکه اینجوری بازی. متشکرم. بله. خیلی ممنون. و این گروه هم گروه ات هوم. بله. بفرمین. خیلی خوشحال شدم. زحمت نکشین. بفرمین. روبینا رو هم تشریف کنین رفت. خب. ما یه لبخند مهمان رو باید بگیریم و یه آواز بخونیم. به نظرم اول آواز بخونیم بعد نه اصلا از شما سوال میکنم. اول آواز بخونیم بعد لبخندتون رو بگیریم یا اول لبخندتون رو بگیریم بعد آواز بخونیم؟ اونا که میگن لبخند دست بالا. اونا که میگن آواز بخونیم دست بالا. خیلی خب پس میخوایم آواز بخونیم. قبل از اینکه آواز بخونیم من توضیح بدم که تمام بچه‌ها گفتن که حاضرن برای اینکه یک نفر تا چند نفر دلشون شاد بشه این کارو بکنن که 15 مرداد در قزوین در یکی از مراکزی که بچه‌های بد سرپرست یا بی سرپرست رو نگهداری و مراقبت میکنه برن اونجا و برای بچه ها آواز بخونن، ربات‌ها رو ببرن اونجا و سعی بکنن یک ساعت بچه‌ها اونجا شادی بکنن و خوشحال بشن. خوبه؟ موافقین؟ دمتون گرم. اینه ما خیلی باحالیم. ما خیلی خیلی باحالیم. خب ما خیلی باحالیم و دیگه جون نداریم. نه خیلی هم باحالیم، خیلی هم جون داریم، خیلی هم انرژی داریم. میخوایم لبخند دانشجوی روباتیک رو با هم دیگه ببینیم و ببینیم شما چه امتیازی بهشون میدین. یه عجی مجیلا ترجی میکنیم. همه شون اینجا جمع شدن، آماده این عجی مجیلا ترجی؟ خب الان کل دانشجو آمادن برای این که لبخند بزنن و شما بهشون امتیاز بدید. آماده ای براشون 40 ثانیه میشون تو دل من. آماده ای؟ یک دو سه ده. همینطور که اینجا نشستیم، هم عکس میندازیم، هم خداحافظی میکنیم. بچه ها، من یه لوحی رو تقدیمتون میکنیم که این لوح رو تقدیمتون میکنیم به پاس اینکه شما در برنامه خندوان حضور داشتین و خیلی هم خوشحالیم از اینکه اینجا بودین، خیلی هم دوستتون داریم. این تقدیم به شما، به همه دانشجوها. نمیدونم چه جوری اینو بین خودتون تقسیم میکنین یا کجا میذارین اینو میبینینش، ولی به هر حال مال شماست. براتون آرزو میکنم که امتیاز بیارین و تندیس طلامون هم بگیرین. به علاوه اینکه میخوایم خداحافظی کنیم، مردم عزیز ایران ببخشید که ما اینجوری نشستیم، به خاطر اینکه بلنشیم عقبیا دیده نمیشن، یه ذره فضا به هم میریزه. ما رو امشب اینجوری قبول داشته باشین. دوستتون داریم و خیلی خوشحالیم که بازم با خندوانه در خدمتتون بودیم. آرزو میکنیم که همیشه سر حال و قبراق و خندون و شاد باشید و راضی در کنار خانواده و پرروزی. دوستتون داریم. خدا حفظتون بکنه. نماز روزاتون هم قبول باشه. 1 2 3 شاد باشید.